ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. نزدیک نشوید به زنا که این کار زشت است و راه زنا خیلی راه بد است که الله سبحانه و تعالی اینها را بد فرمودن. عمل است که هم در دنیا انسان را خار می کند و هم در آخرت انسان را به عذابهای گوناگونی دوچار می کند. رسول معظم اسلام فرمودن یا معشر الناس، ای گروه مردمان، اتقوا الزنا، پرهیز کنید از عمل زنا. بخاطر چی؟ فإن فیه ست خصال، شش خصلت بد به دنبال دار عمل زنا. ثلاثا فی الدنیا و ثلاثا فی الاخره. از این خصلت های بد سه در دنیا دامنگیر انسان زناکار می شود و سه در آخرت. آنها چیست؟ اما التی فی الدنیا، اون سه خصلت بدی که دامنگیر انسان زناکار در دنیا می شود چیست؟ فیذهب البها، رعب و وحشت را از قلبش بیرون می شود، حسن و نیکویی از وجودش می رود و در بین جامعه تبدیل به یک انسان خار و ذلیل می گردد. دومش در دنیا چیست؟ و یورث الفقر، انسان زناکار فقیر می شود. انسان زناکار در دنیا بدبخت و شقی می شود. سوم، و ینقص العمر، او انسان زناکار در دنیا عمرش کم می شود. حالا اگر شاید عمر زیاد هم داشته باشه سلب برکت می شود، برکت از عمر ای انسان می رود. سبحان الله، وقت در دنیا عزت نداشت، در دنیا فقیر بود، در دنیا عمر بی برکت داشته باشه چقدر عذابهای سختیه. سبحان الله. و اما التی فی الاخره، او عذابهایی که در آخرت هست، اول فسخت الله، انسان زانی وقتی از قبر برانگیخته می شود قهر و غضب خدا بر بالایش می باشد. سبحان الله. صحرای محشری که همه انسان ها وحشت دارن، صحرای محشری که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، او روزی که پدر از پیش فرزند فرار می کند، او روزی که برادر از کنار برادر فرار می کند، سبحان الله، در آن روز قهر و غضب خدا بر انسان زناکار می باشد. دوم، و سوء الحساب، از انسان زناکار خیلی به بدی حساب گرفته می شود به صحرای محشر. سبحان الله، چقدر سخته. اونجایی که اون ترازو بید بلا کیف احکم الحاکمین است، در آنجا از انسان به بدی حساب گرفته بشود. ادامه اش، عذاب دیگر و عذاب النار، آتش جهنم، آتش سوزناک، آتشی که جلدها را به هم میریزد، آتشی که سبحان الله اگر اون آتش ذره به دنیا بیاید انسان ها طاقت کرده نمیتوانند. سبحان الله، یک لحظه خوشی، یک لحظه استراحت بیهوده، یک لحظه به هوا و هوسی که خدا راضی نباشه، چی عذابهای در دنیا و چی عذابهای در آخرت پشت سر دارد. سروران عزیز و بزرگوار، هر کدام من و شما باید متوجه باشیم این دنیا چند روز هست. اگر از انسان 70 سال پرسان بکنیم که 70 سال عمر کردی چقدر در دنیا، میگه شاید دیروز تولد شده باشم، نکنه که شیطان ما را فریب بده. باید من و شما متوجه باشیم انسانی که دنبال هوا و هوس میره، او انسان سبحان الله بدبخت.